سووشون رمان مشهور سیمین دانشور قصه سوگ سیاوش است، روایتی که سالها قبل ایران مدتها سوگوارش بود و حالا ساخت سریالی به همین نام، آن هم در بنای تاریخی، قرار است همان داستان را تکرار کند. فقط ظاهراً این بار قربانی سیاوش نیست، باغ تاریخی عفیف‌آباد است. بناهای تاریخی در طول چند دهه گذشته بارها قربانی انتخاب لوکیشن های فیلم ها و سریال ها شدند. تفاوتی هم ندارد، کاخ گلستان باشد یا تخت جمشید، عمارت مسعودیه باشد یا خانه طباطبایی های کاشان، یا اصلا همین امروز که باغ عفیف‌آباد شیراز را هدف گرفتند. انتشار تصاویری از احداث یک سازه موقت در فضای داخلی باغ عفیف‌آباد شیراز برای ساخت سریال جدید نرگس آبیار، داستان همیشگی تخریب منظر فرهنگی بناهای تاریخی را یادآوری کرد. در گام نخست و با مطرح شدن اعتراض‌ها، سرپرست میراث فرهنگی استان فارس به لوکیشن سریال رفت و گفت هرچند در ساخت این سازه از اسکلت بنایی استفاده شده، اما این اسکلت بدون فونداسیون و به صورت موقت و پورتابل است. اثر سووشون که قراره توی شهر شیراز ساخته بشه و اون لوکیشنی که در باغ عفیف‌آباد درست شده بود، یک ناهماهنگی‌های کوچکی اتفاق افتاده بود که این ناهماهنگی‌ها پاک شد، اون سازه برچیده شد طبق اعلام رضایت خود کارگردان، این اتفاق افتاد و اون برچیده شد و انشالله اگر نیاز باشه اینجا کاری رو انجام بدن، یعنی یکی از لوکیشناش اینجا باشه، از این به بعد این لوکیشن طبق همون دستورالعمل با سازه‌های سبک قابل حملی ساخته بشه و تصویربرداری بشه. ضمن اینکه تا اونجا که من اطلاع دارم لوکیشن‌های زیادی در شهر شیراز قراره برای این اثر استفاده بشن که این هم موجب معرفی میشه، هم موجب شاید نگرانی بشه که آیا قرار همه جای اتفاق افتاد. نه، تا اونجایی که من اطلاع دارم در هیچ لوکیشنی تا الان دخل و تصرفی اتفاق نیفتاده. نیازی نیست که از سازه هایی استفاده کنیم که اون سازه ها اثر رو و شخصیت و حرمت اثر رو تخریب بکنن. سازه هایی هستن که این سازه ها سازه های سبکی هستن که ساخته میشن خیلی سریع و از بین میرن خیلی سریع. اما اگه بیایم از مصالحی استفاده کنیم که این مصالح بازگشت ناپذیر باشه، بعدن برای پاک کردن این مسائل ما با مشکلاتی برای اثر تاریخی حتما مواجه میشیم. در حوزه تولید فیلم ها یا سریال هایی که در آثار تاریخی فیلم برداری و تولید میشن، قطعا باید از کارشناس مربوطه استفاده کنن. کشور ما و شهر ما یک کشور تاریخی هست. قاعدتا تولیدات هنری در یک کشور تاریخی غالبا میتونن تاریخی هم باشن، غالبا نیاز هست که پرداخته بشه به این تاریخ. چون این نیاز وجود داره، به نظر میرسه در خود وزارت باید یک نهادی ساخته بشه یا درست بشه، سازماندهی بشه که این نهاد متولی در واقع اون اثر هنری هایی باشه که قراره توی اون حوزه های تاریخی درست بشه، مثل ناجا. اما مدیر کل سابق میراث فرهنگی نظر دیگری دارد و میگوید متاسفانه صحنه هایی را دیدم که واقعا دلم برای این باغ سوخت. حتی در حجره هایی که از داخل راه داشته دست به تغییر زدند. امید قنمی، مدیر کل سابق حقوقی سازمان وقت میراث فرهنگی در دولت گذشته، نیز معتقد است هم که من دیدم اون سازه بلوکی که من در جوار این ساختمان واقع در باغ عفیف‌آباد دیدم، یک فاجعه میتونه در میراث فرهنگی باشه. چون من گزارشی رو میخوندم که نوشته بود که این سازه به صورت یک سازه یا پورتابل و موقتی یا اینکه قابل نقل و مکان یا قابل تغییره. خب سازه بلوکی که با سیمان ساخته بشه دیگه مگه موقتی و پورتابل معنی نداره؟ با ادامه دار شدن ماجرا، مردم شیراز کارزاری راه انداختند که در آن از وزیر میراث فرهنگی و استاندار فارس خواسته بودند تا ادامه کار ساخت لوکیشن در محوطه باغ عفیف‌آباد متوقف شود. شدت گرفتن انتقادها سرانجام کارگردان سریال، یعنی نرگس آبیار، را بران داشت تا با انتشار ویدئویی در اینستاگرام واکنش نشان دهد.
بین باغهایی که من نگاه کردم و دیدم، باغ عفیف آباد به نظرم یک زل جنوبش در واقع مناسب تر بود برای اینکه ما یکی از خونه هایی که در سریال هست رو داشته باشیم. خونه های دیگر هم جاهای دیگه در واقع دنبالش هستیم که داشته باشیم، بدونی که اونجا حالا تنها خونه‌ای که ما احتیاج داشتیم که در واقع سازه های پورتاب داشته باشیم باغ عفیف آباد بود. احتیاج به دیوار داشتیم که چون خب باغ عفیف آباد خیلی بزرگه، یک دیواری باید می‌زدیم که این دیوار پی نداره. یه حوض می‌خواستیم که حوض زیرش پلاستیک کشیده شده و در واقع پلاستیک زخیمی که این حوض ساخته شده و کاملا برداشته میشه، و دو تا گوشواره برای ایوون که این نظر طراح صحنه بود. کارشناسای مختلفی اومدن اینو دیدن و گفتن هیچ ضرری برای و هیچ آسیبی برای باغ عفیف آباد، عمارت عفیف آباد نداره. داخل عمارت هم که اصلا ما هیچ چی رو دست نزدیم. من به خاطر اینکه خودم یک فعال میراث فرهنگی هستم و دغدغه میراث دارم، به احترام مردم که نگرانن که آسیبی خدای نکرده به باغ عفیف آباد برسه و به این در واقع بنا، اون دوتا الحاقات رو برمیداریم از اونجا و در واقع بدون اونها سعی میکنم اونها رو منتقل کنیم به جاهای دیگه، در دکورهای دیگه ما ازش استفاده بکنیم. این اتفاق و صحبت‌ها در حالی واکنش برانگیز شدند که سازمان میراث فرهنگی وقت در سال 93 در بخشنامه‌ای به همه استان‌ها ساخت فیلم‌های سینمایی و سریال‌ها در اماکن تاریخی را ممنوع اعلام کرده بود. ما در سال 93 اومده بودیم طی یک بخشنامه‌ای، تا اونجایی که خاطر دارم، ممنوع کرده بودیم. به دلیل چی؟ برای اینکه اتفاقاتی افتاده بود در این احداث فیلم‌ها، در ساخت فیلم در اماکن تاریخی و فرهنگی، و لطماتی، آسیب‌هایی رو به این آثار وارد کرده بودن که و اون زمان دیگه اجازه ندادم. برای اینکه من یادمه اوایل انقلاب بود، فیلم‌های در خصوص قاچاق اموال تاریخی و قاچاق مواد مخدر می‌ساختن در این بیابون‌ها، تو این کاروانسراها اگه خاطر داشته باشید فیلم‌های می‌ساختن که حتی انفجارهایی صورت می‌گرفت. ما خیلی از بناهای تاریخیمون در همچین فیلم‌هایی از بین رفت، بخشی از دیوارهای اون کاروانسراها از بین رفت و نابود شد. اینه که غیر از بازدید عموم، هر گونه فعالیت، هر گونه بهره برداری، هر گونه کاربری در این اماکن باید ممنوع باشه، ولی با اجازه میراث فرهنگی میتونه اتفاق بیفته. تعریف سازه موقت در بخشنامه‌ای که شما سال 93 تصویبش کردید چی بود؟ ببینید، ما در خصوص اون نامه که از محتواش من یاد ندارم، فقط میدونم که ممنوعیت فیلم برداری و ساخت فیلم در اماکن تاریخی و فرهنگی بود اعلام شد. اما اینکه خانم آبیار با توجیه این کار خودش رو خرابتر میکنه، حالا خانم آبیار میتونه بگه که من نمیدونستم که تا این حد میتونه آسیب وارد بکنه، تا این حد میتونه مردم رو جریه دار بکنه و بیاد عذرخواهی بکنه و اعاده وضع به حالت سابق در بیاره. این که اصرار داشته باشه بر انجام این کار و بگه که علارغم این که همه کارشناسا در خصوص این موضوع صحبت کردن و همه این موضوع رو رد کردن، بخواد بگه که این سازه موقت بود و آسیبی وارد نکرد، آسیب رو ایشون تشخیص نمیده، آسیب رو کارشناسان میراث فرهنگی تشخیص میدن. آسیب نمیتونه خط وارد کردن تخریب باشه. شاید خانم آبیار آسیب رو از این حیث میبینه. آسیب معنویه. شما اومدی از یک اثر نفیس ملی در استان فارس استفاده ابزاری کردی و این اشتباهه، به این لطمه وارد میکنه به اون اثر. هرچند که اون سازه ایم که من میبینم سازه شاید موقت باشه بعدن جمع بکنی، اما احداث اون سازه میتونه لطمه وارد بکنه. بلوک و سیمان که بیاد منظر اون اثر رو حتی به مدت 6 ماه خراب بکنه، این آسیب، این لطمه وارد کرده به این اثر. با وجود این صحبت‌ها، شواهد نشان می‌دهد ساخت لوکیشن در بخش‌هایی از محوطه باغ عفیف‌آباد همچنان ادامه دارد و کارگران هنوز مشغول کارند.